کی میترسه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. دیشب رابین و راوی تو خونه ی جک موندن. اونا همراه با مامان و باباهاشون خونه ی جک دعوت بودن. آخر شب شده بود و رابین و راوی رفتن از مامان باباهاشون اجازه گرفتن که یک شب خونه ی دوستشون جک بمونن. مامان و باباهاشون هم قبول کردن و گفتن باشه، امشب اینجا بمونید و فردا ما میایم دنبالتون. بچه ها خیلی خیلی ذوق زده و خوشحال بودن. اونها میخواستن حسابی با هم بازی کنن و بهشون تا صبح کلی خوش بگذره. مامان و باباهاشون خدافظی کردن و رفتن و بچه ها موندن خونه جک. بچه ها ستایی با هم رفتن تو اتاق جک تا بشینن و بازی کنن. ولی همین که رفتن تو اتاق و مشغول بازی بودن، یهو یه صدایی شنیدن. رابین فکر کرد که اون صدای یه شیره. راوی فکر کرد که اون صدای یه ببره. اونها خیلی ترسیده بودن و رفتن که قایم بشن. ولی جک اصلا نترسیده بود و براش خیلی هم عادی بود. ولی یه صدایی می اومد توی اتاق. صدا اینجوری بود: رابین و راوی رو به جک کردن و گفتن جک، این صدای چیه؟ تو میدونی؟ ما خیلی از این صدا ترسیدیم. جک با خنده گفت که اصلا ترس نداره. این صدای ببر یا یه شیر نیست. اون صدای سگ من پیپه. سگ من خیلی کوچولو و بامزه است. اصلا هم ترسناک نیست. صداش فقط بعضی موقع ها اینجوری میشه که یه ذره برای خودمونم عجیبه، اما اصلا ترسناک نیست. بچه ها دوباره مشغول بازی شدن و صدای پیپ رو یادشون رفته بود. داشتن با هم دیگه بازی میکردن که ناگهان یک صدای واقعا ترسناک شنیدن. صدا از کمد لباسای جک میومد. بچه ها فکر میکردن که یه هیولا اونجاست. همگی با هم خیلی خیلی ترسیده بودن. اونا فکر میکردن یه هیولای خیلی گنده توی کمد قایم شده. بچه ها اونقدر ترسیده بودن که ستایی با همدیگه جیغ کشیدن و فریاد زدن و شروع کردن به دویدن توی اتاق. الی خواهر جک بود. وقتی صدای جیغ بچه ها رو شنید، اومد پیششون توی اتاق. بچه ها بهش گفتن که یه هیولا داخل کموده. الی با لبخند بهشون نگاه کرد و گفت من الان میرم کمد رو نگاه میکنم. و الی اصلا نمیترسید. رفت و در کمد رو باز کرد و کمد رو نگاه کرد، ولی هیچ هیولای اونجا نبود. اون صدا صدای آدم آهنی جک بود و اصلا ترس نداشت. آدم آهنی همش از خودش صداهای عجیب در می آورد. همش می گفت یک دو سه، یک دو سه، وقتی بچه ها مطمئن شدن از آدم آهنی و الی براشون توضیح داد، دیگه نترسیدن و دوباره شروع کردن به بازی کردن. الی هم نشست پیش بچه ها. بچه ها ازش پرسیدن که الی، آیا تو هم شده که گاهی بترسی؟ الی بهشون گفت که البته که شده. خودم هم گاهی میترسم. از یه سری چیزا من میترسم. مثلا الی گفت که از پرواز میترسه. برای رابین و جاوی و جک خیلی عجیب بود که الی از پرواز میترسه، چون اونا اصلا از پرواز نمیترسیدن و به نظرشون پرواز بامزه بود. اما الی فکر میکرد که هواپیماها صدای زیادی دارن و بسیار هم گنده هستن. اما خب از سفر و تعطیلات خیلی خوشش میومد. الی هر وقت مجبور میشد با هواپیما سفر کنه، موسیقی گوش میداد که از پرواز نترسه، یا فیلم میدید توی تیه پرواز. خلاصه یه جوری حواس خودش رو پرت میکرد تا تایمی که توی هواپیما هست براش بگذره و نترسه. اون اینجوری بر ترسش غلبه میکرد. الی میگفت که یک بار سگشون پیپ هم ترسیده بود. پیپ از آتش بازی میترسید، ولی رابین و راوی و جک از آتش بازی نمی ترسیدن. اونها فکر می کردن که آتش بازی خیلی هم بامزه است و خیلی خیلی خوش می گذره. پیپ از آتش بازی که پر از سر و صدا و نور بود خوشش نمی اومد.
اون سگ کوچولو فکر میکرد که آتیش بازی پر سر و صدا ترسناک و خطرناکه. به همین خاطر همیشه موقع آتیش بازی الی اون رو با یک توپ بازی میداد، اینطوری آتیش بازی رو متوجه نمیشد و دیگه اصلا برای پیپ ترسناک نمیشد. اون اینجوری سر پیپ رو گرم میکرد تا متوجه ترسش نشه. پدر جک به اتاق بچه ها اومد. اون گفت که دیگه دیر وقت شده و وقت خواب بچه های و برای همه یه قصه خوند. ولی اون قصه خیلی ترسناک بود و بچه ها همه جیغ کشیدن و زیر پتو قایم شدن. اسم قصه هیولا بود. بابا همینجوری که داشت قصه رو تعریف میکرد یهو بچه ها یادشون اومد که اون فقط یه قصه است و اصلا ترس نداره. چیزی که تو قصه است که ترسناک نیست، قصه قصه است. پدر جک هم گفت که اصلا اشکالی نداره که ترسیدین، همه ماها گاهی میترسیم و این اصلا اشکالی نداره. این پسر کوچولی هم که ما داریم توی این عکس اسمش تامه. تام اینجا اولین باریه که داره میره خونه مادر بزرگش بدون پدر و مادرش تنها بمونه. تام اولش احساس ترس کرد، ترس از اینکه مامان و باباش دارن میرن و اون تنها میخواد خونه مادر بزرگ بمونه. اما مادر بزرگ دستشو گرفت و بردش توی خونه. اون شب تام و مادر بزرگش با هم کلی بازیای شاد و هیجان انگیز کردن و کلی به تام خوش گذشت. وقتی هم که موقع خواب شد، مامان بزرگ براش قصه های قشنگ قشنگ گفت و تام دید که اصلا هم ترس نداشته. خب بچه های گلم، این بود از قصه امروزمون. توی این قصه ما یاد گرفتیم که بعضی از وقتا همه ما های موقع هایی می ترسیم و این اصلا اشکال نداره. اما خوبه که اگر از چیزی ترسیدیم بتونیم بهش غلبه کنیم و حواس خودمونو از چیزی که ازش میترسیم پرت کنیم. به همین راحتی. من برم یه قصه قشنگ دیگه براتون تعریف کنم و زودی برگردم. مامان و باباهای عزیز، ممنون از اینکه همراه ما هستید و کانال ما رو سابسکرایب میکنید.